به نام خدا. درس بیستم میخوانیم، شلم لوست یا درس بیستم. عنوان درس است دمشران و دمشورو منل، یعنی پذیرفتن مشوره های بزرگان. هدف درس است دمتن سم لوستل لکل، درست خواندن و درست نوشتن متن. دمشران دمشورو منل او پا گتوی پویدل، یعنی پذیرفتن مشوره های بزرگان و فهمیدن اثرات او یا فایده هایش. پختن از سوال ستاسو په نظر د مشران د مشورو منل به څه ګټې ولري؟ بگه به نظر شما پذیرفتن مشوره های بزرگان چی فایده داره یا چی نقش داره؟ پرون زموږ د کلي سپینګیرو او مشرانو یوه غونډه جوړه کړې وه. میگه دیروز به سفیدان و بزرگان قریه ما یک نشست را دایر کرده بودند. د کلی ټول خلک ورته راغلي وو. تمام باشندهای قریه اونجا جمع شده بودند. اجمل او زرغونه هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. اجمل و زرغونه نیز در این نشست اشتراک کرده بود. د کلی مشر خلکو ته په خبرو کې وویل، میگه بزرگ قریه و خطاب به مردم گفت تاسو پوهیږئ چې پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. شما میفهمیم که نظافت جزء از ایمان است او د روغتیا لپاره ګټه رسوي و به صحت مفید است. نو ځوانان و کشرانو، میگه ای بزرگان یا ببخشید ای جوانان یا کسایی که به اصطلاح سنتون پایین است، کشران یعنی سنش، کسایی که سنش معمولا پایین باشه کم باشه، راضی بیایید سهار تا چی ده جمعه و رز ده صبح که روز جمعه است ده خپل و کرون و شاو خواسیم بی پاک کلو. میگه اگر چهار طرف خانه های خود را پاک کنیم او یا گت کار بکلو و یک کار مشترک را بیاندازیم یا را اندازی کنیم، طول خلکو ده مشر خبر و منده. تمام مردم حرف این بزرگ را، بزرگ قوم را پذیرفتن. زرغونه اجمل تو ویل، زرغونه با اجمل گفت وروره ای برادر، رازه چی ز او ته هم بیگاه تا په خپل کور که دا خبر وکلو. میگه بیا که ما و تو نیزه می گپ شام در خانه یا در فامیل مطرح کنیم او در خپل کلی در شاو خواب پاکوالی که برخوا خواهد و نسبت به پاکی چهار طرف قریه خود سهم میگیریم. خب لغت های درس است مشران یعنی بزرگان، منل پذیرفتن، کلی کلی قریه، غنده نشست، گلون اشتراک کردن، پاکوالی نظافت، کشران یعنی اطفال یا کسانی که سنشان پایین باشه، زوانان جوانان، رازه یعنی بیا، برخه یعنی سهم. خب این کارخانگیش نشتنه کردیم. میگم براتون که یک جمله در مورد این لغات داده شده در پشتو یک جمله نشتنه کردیم.